سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطوری که بهتون قول داده بودم، از این بعد میخوام سعی کنم خورد خورد براتون ویدیوهای آموزشی درست کنم. بیشترین دایرکتی که من گرفته بودم راجب فلش های پورتال بود، بچه‌ای که میرن سر لوکیشن. الان خب با توجه به اینکه فلش های مثل گودوکس AD600BM، AD600 Pro و از این مورد فلش ها هم حجمشون زیاده، هم خیلی سنگینه و اینکه گرون شده و حملشون که خورده اذیت کننده است، من تقریبا 1.5 ساله که فلش گودوکس ویوانو دارم استفاده میکنم و میخوام مزایا و معایبشو بهتون بگم. ببینید، شما وقتی میرین سر لوکیشن با نور خورشید، نور اصلیتون رو دارین، نور دوم یا همون فیل لایتتون رو ندارین، که این فلش به عنوان فیل لایت میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. و اگر شما این فلش رو تهیه کنین، میتونین توی استودیو به عنوان نور بک‌گراند هم ازش استفاده کنین، چه توی عکاسی ودینگ داخل استودیو، چه داخل عکاسی پروداکتتون. این فلش رو وقتی شما تهیه میکنین، یه کیف قابل حمل داره، یه دونه شارژر، یه داکت باتری. البته اینم بگم که یکی از مزایای خوب این فلش اینه که فلش باتری لیتیومی میخوره، یعنی قرار نیست که شما هی هزینه باتری قلمی رو بدین. و کنار این پکیج شما میتونین یه دونه گودوکس AKR1 تهیه کنین که داخلش چیا هست. یه دونه این دیفیوزر رو داره، شما وقتی میخواین مستقیم رو به مدل فلاش بزنین، میتونین از این دیفیوزر استفاده کنین. زنبوری داره و دوباره یه دیفیوزر سافت دیگه داره. این که حلقه تو خالیه به چه درد میخوره. داخل AKR ما شما یه سری فیلترهای رنگی دارین که اینو میتونین داخل این قرار بدین، لاک کنین و به عنوان فیلتر رنگی ازش استفاده کنین، نور رنگی ازش بگیرین. یه دونه دیفیوزر داره. این دیفیوزر عموما توی عکاسی تبلیغاتی و عکاسی توی عکاسی خبری به دردتون میخوره که نور مستقیم به چشم سوژه نخوره. اینجوری قرارش میدیم و توی عکاسی خبری خیلی فلش به درد بخوره، چون هم سرعت سینکش بالاست، هم به خاطر باتری لیتیومی تعداد شاتر بیشتری در اختیارتون میذاره. و یه دونه اسنود داره همراهش. البته بگم که این اسنودش ژلاتینیه، کاملا تا میشه و داخل اون کیفش قرار میگیره. و یه دونه این دیفیوزر رو داره که شما میتونید رو کنترل کنین و همه اینا مگنتیه. یه جورایی میتونم بگم که گودوکس پروفوتوه، چون دقیقاً از روی ایوان A10 یا ایوان اگه اشتباه نکنم کپی کرده رو پروفوتو. بعد از همه اینا، اگر دنبال فیلتر رنگی متفاوتی هستین، یه پکیجی داره به نام V11T. کلی فیلتر اینجا 11 تا با شدت رنگی مختلف داره که شما میتونید روی این فلش قرار بدین و ازش استفاده کنین. و یه خوبی که بچه این فلش اسپید لایت، به ظاهر اسپید لایت در اختیار شما میذاره، شما لامپ مدلینگ دارین توی این فلش و توی فوکوس کشی توی استدیو خیلی کمکتون میکنه، یا حتی توی محیط بسته مثل تئاتر یا جاهای دیگه که اگه بخواین عکاسی کنین خیلی کمکتون میکنه. و باتریش خیلی خوبه، تقریبا من میتونم بگم با هر سری شارژ کردن باتری ویوان هم میتونم نزدیک به 250 فریم باش عکاسی کنم با درجه بالا. و یه نکته مهمی که این فلش داره، نیاز نیست که این دوربین رو حتما روی شاتکان دوربین سوار کنین. شما میتونین با استفاده از تریگرای ایکس پرو از این فلش استفاده کنین و توی هر قسمت، توی هر بخشی از لوکیشن که میخواین قرارش بدین، چه به عنوان نور بک، چه به عنوان نور اصلی، چه به عنوان فیل لایت. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر سوالی داشتین داخل کامنت ازم بپرسین و اگر این ویدیو رو داخل اکسپلور میبینین، لطفا پیج منو فالو کنین. تموم شد. خیلی تاثیرگذار.